زلمه خلیلزاد روز گذشته در ادامه سفرهای منطقه‌ایش پس از قطر، ازبکستان، به کابل، به تاجیکستان و در آنجا با رئیس جمهور این کشور درباره روند صلح افغانستان دیداری داشت. هدف از این صحبت‌ها این بود که چطور می‌توانیم همکاری کنیم برای آوردن صلح و آرامی در افغانستان. یکی از هدف‌های مهم سفرهای منطقه‌ای زلمه خلیلزاد برگزاری پیروزمندانه نشست استانبول به ایجاد یک اجماع درباره این نشست دانسته می‌شود. نشستی که گفته می‌شود پس از عید رمضان برگزار خواهد شد. هفته آخر می یا هفته اول می پشترش که جون می دی وقتا ترک‌ها اعلان بکنن. و تا وقت دیگه یک کوشش خواهد کردن که طالبا به یک تفاهم برسن. با این همه طالبان میپذیرند که رهبری این گروه درباره روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و چگونگی شرکت در مذاکرات صلح هنوز هم در حال ریزنی هستند. و شیخ عبدالحکیم حقانی از 14 روز بدین سو برای دریافت نتیجه ریزنی ها در پاکستان به سر میبرد. بحث په همدې خبره دی چې آیا موږ په مذاکراتو کې شرکت وکړو که ونه کړو، آیا عکس العمل به هم د امریکایانو په مقابل کې نوعیت عکس العمل څه وي. نشست استانبول که یکی از مهمترین گزینه‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی میان جمهوریت و طالبان دانسته می شود، تا اکنون دو بار از سوی طالبان به تأخیر انداخته شده است. شهروندان افغانستان از تمامی طرف ها می خواهند که راه را برای برگزاری پیروزمندانه این نشست باز کنند و برای پایان جنگ ها و خشونت ها در کشور دو طرف در این نشست به یک نتیجه برسند.